شما اوکی بشی. مرسی ممنون. سلام سلام زندگی سلام، عاشق همتونم، با یه دوربین مخفی دیگه خدمت شما هستیم. من آیدین زواری، من همه رو مدیون کردم، باید این ویدیو رو تا آخر ببینین. من چون پاره شدم واقعا این ویدیو ضبط کردن، من راننده آژانسم، قراره اتفاق خفن بیفته، یه ربع قراره بخندیم، پس این ویدیو رو تا آخر ببین، سابسکرایب هم فراموش نشه، ما رو به دوستاتون معرفی کنیم. عاشق همتونم که از هر دین و مذهبی ما رو نگاه میکنین، عاشقتونم. این دوربین مخفی تا آخر ببینین. آژانسم خانم، سلام 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 باشی سلام باشی شادش پیاده میرفتی جلو؟ آره گفتم شاید جلوتر باشیم که آره از این برمده. خوب هست شما؟ ممنونم مرسی. چقدر خوب واقعا مسافرها خوش مشرب انرژی داشته باشن، خیلی عالی، آدم اصلا کیف میکنه، اون روزش خوب میگذره. اون شما مرسی. چه خبر دیگه؟ شما خوب هستی؟ مرسی. عذرخواهی میکنم من فقط، ما چون اگه این بازرس ببینه احتمال داره اذیت کنه، ما چون فضا بسته ماسکتون شما باید در بیارین، اگه ببینه بازرس اگه میشه ماسک تو در بیاری ممنونت میشم. سپاسگزارم. اسمتون چیه شما؟ باید بگم اسممو؟ من همجوری میخواستم بدونم تو مسیج. مریم خانم هستم. نخون شما جسارت نشه شبیه مدل ها هستی واقعا؟ آره به خدا صورت اون استخونه تو مدلیه، یعنی مدل بشین موفق میشین، میشینه روی گیریم و اینا. تا حالا پیش نیومده، حالا اگه پیش بیاد. آره من چون بابام آره یه شرکت مدلینگ داره واقعا؟ آره نمایندگی ورساچ در ایران، بابام کارهای مدلاشو انجام میده. بابای من، بابای من یه آدم خیلی معروفیه. اسمشون چیه؟ هادیه، هادیه زواری. بله بسیار آدم معروفیه. البته یه چیم بهتون بگم، حالا جسارت نشه، بابای من تو آمریکا رقاصم بوده. اینم بگم بهتون. آره واقعا؟ آره توی کاباره میرقصید، عربی میرقصید. خب الان دیگه اومد ایران، دیگه اومد ایران و دیگه گفت اینجا ادامه بدم کارم و اینا، دیگه شد این مدل انتخاب میکنه و برای ورساژ عکاسی و اینا میکنه. خیلی پس بابا درست من. شما هم عکاسیتون خوب باید باشه، هم رقصتون. رقص هم پدرتون رقصشون دنسشون خوب باشه، بله. شما هم باید خوب باشه 100%. ولی خب نه دیگه پدر جان، متاسفانه تو کلامتون دیگه رقص رو گذاشت کنار چون دیسک گاشت. آخه بنده خدا حتما سنشون بالاست. آره دیگه از رقصیدن فکر کنم آفرین پیر شد دیگه بابا. البته پیر شده یه چه من اینجا به شما بگم، بابا پیر شده ولی خب خودشو میسازه کلن. آره کمر دردش اینا کلن خوبه، خوبه براش همچین چیزی. آره اگه قندم داشته باشه میگن خوبه. آفرین بر یه سریایی که قند دارن دقیقا چیز میکنن، میگن سنشون البته بالاست ولی بر جوان ها خوب. آره چرا آدم به خود خودشو سختی بده حالشو ببره؟ بله کلی گفتم ها، ولی خب کلا گفتم که مثلا خانواده اینجوریه دیگه، بابا مدل کار مدل انجام میده، رقاص بوده. و شما شغلتون همین رانندگی؟ بله بله ما اجدادمون جد در جد راننده بودن، جد در جد راننده بودن. مثلا اولین ماشینی که تو تهران اومد مال پدر بزرگ من بود، پدر بزرگ من گرفت که درجام شد راننده هایده و سوسن و اینا بودش. آره آره راننده هایده بود پدر بزرگ من، نورالله راننده هایده بود، صفا میکردن با هم خانم کابار تهران و اینا صفا میکردن. 100% عکس هم با هم دارن دیگه. 100% آلبومتون هست؟ آره آره آره. اصلا با سوسن رابطه داشت چی به آوز بخواه، با سوسن دوست بودن، رانندش بوده هایده، محسی با محسی تازه رفته بودن دیگه جیک و جیک بشن که دیگه متاسفانه همینجوری با همون رفتن و پدر بزرگ منم مون دیگه. حیف بله حیف واقعا حیف.
ولی خب بعد شما هم میرفتید توی حیطه هنری چیزی، چون وقتی که پدرتون تو کار رقص بوده، آره پدر بزرگ تو اینجوری شما... نه من هنرمندم، حالا میگم میبینید منم هنرمندم، هنر بسیار هنرها دارم، حالا میگم بهتون که کلن چه هنره دارم. ولی کلن این که اینجوری زندگی باید بگذره دیگه، زندگی شب و صبح میشه. خوبه تو آژانس کار میکنی؟ آره مریم جان خوبه، خوبه بد نیست. خوب خدا رو شکر. بله میگذره دیگه. شما چه اونه چی مریم جان؟ من تو آرشگاه کار میکنم بلن در حال حاضر، ولی یه تایمی یکم شرایط اوکی نیست، کمتر میریم و میاییم. ای بابا انشالله اوکی میشه، انشالله اوکی میشه. مرسی من، انشالله اوکی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامت فرستم من که انشالله اوکی میشه. مرسی من. زندگی خوب نگاه، همه اومدن دو تهران، کار نیست واسه من، خودم شمالم دیگه، اومدم تهران چرا من باید بیام تو تهران؟ شهر خودم کار باشه، امکانات باشه، نمیام تهران. آره دیگه مجبوریم دیگه یه جورایی. خب خیلی خسته کننده میشه این شلوغی و این ترافیک و دقیقا. آمبولانسه چرا این داره؟ من برو مکی اومدم کنار که یه مهم مریض باز کنین رد شد یه بند خوب پوخم بزنم برش پشتش نها کنم همجور ماشینا میرم در سگا. آره دیگه سریع آمبولانس رو میبینم چون همه راه باز میشه دقیقا. همه پشترش میرن. نه من سخت نمیگیرم، من همیشه آدم رهایی بودم. همیشه آدم رهایی بودم. مریم جان چیه؟ خوبی؟ آره اوکی هم، همیشه اوکی بودم. ولی واقعا چهره بودم دیگه. چیز استعدادتون گفتم من هنرمندم، رانندگیم خیلی خوبه. ایشالله که شما هنرمندی دیگه، آرایشگاه هنر میخواد. جدی میگم آره واقعا سخت شغل آرایشگری بود، از صبح تا شب آجانسی. آفر دقیقا. خوبم باید خوب باشم دیگه، خودم میزنم به خوبی چی کار کنم؟ قصد دارم، بدهی دارم. خیلی فشار رو قصد و بدهی فشار رو خیلی واقعا جدی دارم میگم، شدید. و چه میشه کرد دیگه، میگذرونیم دیگه، روز و شب میگذرونیم دیگه. جلو هم ترافیکه. بله نه چه خوردی؟ خدا اگه من دست خودم باشه نیست تو رو خدا، من ناراحت نشو. حالا خوبه چیزه، فقط بوی چیزی نداره. من همینجا پیاده میشدم. اولی کسی هستی که بگی بوی نداره، همه تلقیم میکنم مردم والا. شاید تو از خودت بپرسی من آدم بیادبیم یا آدم نمیدونم هر چی که تو فکر کنی، ولی من یه چیز به تو بگم،
من یه چیز بهت بگم. من خانوم مشکل دارم. اونم چه مشکلی؟ ما بچه بودیم، ما رو بردن مدرسه. میخوام حقیقت بگم چرا اینجوری شد. ما رو بردن منطقه تیر، یعنی تیر میزنن. ما رو بردن اونجا، چشت روز بد نبین. من چند میخوره به؟ 29 30 هم دقیقا. تو چند سالته؟ من 26. ایوان. بعد اینو خواستم بگم، ما رو بردن منطقه نظامی. چی شد بگو؟ آقا اینا تیر در آفرین بر میبرن دیگه، سوم راهنمایی میبرن تیر اندازی کنیم. ما رو بردن، ما از بالا تپه افتادیم، یه تیر پشت لپ خورد تو باسنمون. این همه جا آفرین شانس من بدبخت خورد و آقا روده های ما رو برداشت. تیر خورده بودم، روده های من بدبخت رو برداشتم. چی شد؟ صاف شدم من، یعنی صافم من. آره. یعنی روده نداری؟ روده دارم من، اینقدر یه چوسه اینقدر والا صافم. در مرغ مینایی دقیقا. فکرم غذا مزان زیاد میخوری. غذا که میخورم میخوری دفع میکنی؟ آه سری دفع میکنی. من هر 45 دقیقه مسترا هم ببخش اینجور میگم. ولی نه دیگه مو که الان کلا یه رو ببایم. قبل شما یعنی رفتم؟ آره رفتم. آره تو 40 دقیقه فرصت. میخوام اینو من بهت بگم علیم جان، که من متاسفانه عمل جراحی هر چی داشتم اینا ورداشتن، اینقدر من روده دارم. بعد من دست نه دیگه عمل کردن دیگه. خب با اینقدر روده مگه دیگه... میشه زنده دیگه؟ من میگم شرایطم فرق میکنه دیگه. خیلی دستشوی... خوش شانس بود. خیلی آره تیر که خورد شانس بودم، کمونه که در رونم اومد بیرون، مثلا روده رو زد برید رفت بیرون. ولی میخوام اینو بگم، من متاسفانه هیجانی که میشم بیشتر این اتفاق میفته، ازم میره. برر. یا خدا الان هیجانی نشید؟ نه من هیجانی هستم ولی الان نشین. نه نیستم، هیجانی نیستم. اوکی نه خواستین بشین فقط بگید من پیاده شم. باشه منو کلا... یا برسونید بعد هیجانی چشم من نزدیکی میدید. منظورم اینه که متاسفانه مامورم داره میاد، خیلی بده ما کربن نیبندیم. بله. میخوام اینو بگم، متاسفانه داستان اینجوریه دیگه که من سری چی میشم؟ هیجانی هم اگر نشم، ولی متاسفانه این اتفاق برای من هست. یهو یه صدایی میاد که خودم هم نمیفهمم. ازدواج کردی؟ ازدواج نه، ازدواج نکردم متاسفانه. حتماً این موضوع رو بگین به همسرتون، چون بالاخره میخوایم با همسرتون بریم مهمونی جایی اینجوری باشه. خب خیلی از خانم ها هستن ناراحت میشن. چی بگم خوبش؟ بگم من رخو هم؟ من چی بگم مریم جان؟ تو من بگو. نمیدونم آخه خیلی بده، یعنی هیچ جوره درمان نمیشه این. نه دیگه من باید پیوند اعضا کنم که اونم نیستش دیگه. هر کی هم میاد واسه پیوند اعضا اون قطعه از بدنش بین رفته. الله بدبختیه. نه آخه چی؟ خیلی بده اینطوری. میدونم بده دیگه، میدونم. هیچ دارویی نداره، مثلا قرص بخوری مثلا 5-6 ساعت این اتفاق نیفتاد. میخوای مهمونی بری جایی بری. نه ولی معمولا گن ببندم صفر کنم شکمو یکم صداش کمتره. مثلا چیزی نمیشه گذاشت. چوب پنبه اینا اگه منظورت نه پرت میشه چوب پنبه. خیلی بامزه است ولی میدونی آره. اینجا برین حالا اگه مثلا جنبه اینو داشته باشن میخندن. دقیقا خنده است دیگه، خنده خوش، خنده خوشحالیه دیگه، به قول ماما زنی ها خنده خوشحالیه. خنده کامبی واقعا راست میگه یه جمعی باشه خنده رو باشه فقط میخندن. آره واقعا اینجوریه دیگه، ما روزگارمون اینجوری میگذره دیگه. الان دارم خدا خدای خدای بای هیجانی نشه اینجا
بیچاره شدی. نه نه حواسم هست، حواسم بهت. حالا با مسافراتون چیکار میکنی؟ مسافرا همین دیگه تک و توک میندازم گردنشون دیگه، مثلا میگم ای تو بودی چه آدم خری هستی خفه شدم و اینا، طرفم انقدر تلقی میوش میشه بهش فکر میکنه خودش سر آخری یه ذره بو داشت. تلقین کردی یا بو نداره؟ نه فضا بسته از حق داری فکر میکنه بو میه ولی واقعا بو نداره. سعی کنید غذاهای مثلا تخم مرغ لوبیا اصلا نخورید. آره آره نفتدار اصلا نمیخورم، حواسم هست ولی خب دیگه چه میشه که مثلا فکر کنید به این خانواده خانومتون این حرکت ها رو بکنید. آه افتضاح خیلی براتون آره. برد میشه. من دارم مریم جان هیجانی میشم، فکر کنم دیگر دارم پیادت کنم. آره بله ممنون میشم یه جا من پیاده کنی اینجا وایستم یه توضیح برای تو بدم بعد چی کنم دیگه. باشه چون دارم هیجانی میشم احتمال داره برینم دیگه. وای خدایا من شرمنده دارم. خب من چون خیلی خندیدیم با هم دیگه بله. که من یه مشکلی که آره ویدیو بوده بو هم نبود یه وسیله بود، البته تلقین همه میکنن بله. آره بعد فیلمتو پخش میکنم دیگه، اشکالی که تو یوتیوب ما پخش بشه نه اشکالی نداره. خیلی بامزه بود. آخه هرچی با تو ذهنم با خدا بودم همچین چیزی آخه امکان نداره اینقدر روده داشته باشیم. بدبخت چجوری دار زندگی میکنم. آفرین روز شب میگذرونم دیگه اینجوریه. ممنونم، مرسی.